برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. روز 25 ماه ربیع الاول مصادف با سالروز شهادت تابعی جلیل القدر سعید ابن جبیر، شیعیان و دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مرقد ایشان جمع شده و به اقامه عزا پرداختند. شایان ذکر است استان واسط عراق محل مرقد این تابعی بزرگوار دیروز شاهد حضور جمعیت زیادی از شیعیان و دوستداران اهل بیت بود که برای گرامی داشت سالروز شهادت این تابعی جلیل القدر به این آستان آمده بودند. گفتنی است سعید ابن جبیر ابن هشام اسدی وابلی از تابعین و اصحاب امام سجاد علیه السلام است که در سال 95 هجری قمری به دست حجاج ابن یوسف شهید شد. بخش زنان در مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در نجف اشرف سومین سمینار اقتصادی ویژه بانوان را برگزار کرد. گفتنی است این سمینار با موضوع هنر خیاطی و سازوکارهای یادگیریان با حضور سرکار خانم برا جعفر برگزار شد. لازم به ذکر است این سمینارهای آموزشی تخصصی با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان و راه اندازی پروژه‌هایی برای آنان برگزار می‌شود. برنامه جهانی غذا می‌گوید که در افغانستان به دلیل فقر و تنگ دستی خانواده‌ها از هر 3 دختر یک دختر نتوانسته دوره ابتدایی مدرسه را تکمیل کند. این نهاد در سازمان ملل متحد روز یک شنبه 8 مهر در گزارشی بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته است. این سوم سال متوالی است که زنان و دختران در افغانستان به آموزش بالاتر از کلاس ششم دسترسی ندارند. ارتش آمریکا اعلام کرد که در 2 حمله هوایی در خاک سوریه 37 شبه نظامی از اعضای گروه سنی‌های تندروی داعش و القاعده را کشته است. به گفته ارتش ایالات متحده 2 تن از شبه نظامیان کشته شده از فرماندهان ارشد این گروه بودند. سنتکام همچنین از حمله دیگری که حدود 2 هفته پیش رخ داد خبر داد و آن را ضربه بزرگ به یکی از اردوگاه‌های آموزشی داعش در مرکز سوریه توصیف کرد. گفتنی است در حال حاضر حدود 900 نیروی نظامی آمریکایی به همراه تعدادی پیمانکار در سوریه حضور دارند.